خدمت همه شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی سیمای آزادی سلام عرض می‌کنیم. خوشحالیم که در شروع ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم برای افشای گوشه جدیدی از پروژه‌های وزارت اطلاعات آخوندها علیه مردم و مقاومت ایران و به طور خاص کانون اون یعنی شهر اشرف. من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همراه با سایر همکارانمون ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک می‌گم. بسیار خوشحالیم که در برنامه دیگری از پرونده خدمت شما هستیم. در کارزار بی‌امانی که بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم ضد مردمی آخوندها از طرف دیگه جریان داره، ضربات سهمگین و بی‌وقفه‌ای که مجاهدین و مقاومت ایران به رژیم وارد آوردن، از تظاهرات ایرانیا توی نیویورک گرفته تا افشای سری‌ترین پروژه‌های اتمی رژیم و یا برگزاری تظاهرات و تحصن ایرانیان توی ژنو در حمایت از مجاهدان شهر اشرف، رژیم رو کلافه و بیش از پیش هیستریک کرده و این همون علت اصلی و پایه‌ای تلاش و تقلاهای آخوندها در کارزار کثیف شیطانسازیشون علیه مجاهدینه. بله، جنایت رژیم در به شهادت رسوندن مجاهد قهرمان ولی الله فیض مهدوی در زندان، استغاثه و تمنای مستمر از دولت مردان عراقی برای اخراج مجاهدین از عراق، اعزام کارت‌های سوخته و عوامل اطلاعاتی به خارجه برای ترتیب دادن توطئه‌های دیگری علیه مجاهدین، همراه با تبلیغات سرسام‌آور در رسانه‌ها و روزنامه‌های حکومتی و حتی خریدن روزنامه‌ها و یا عناصر قلم به مزدی در این یا اون کشور دنیا علیه مجاهدین، و به موازات همه اینها سرکوب گسترده و بی سابقه در داخل کشور، به خصوص در مورد هر کس که کمترین رابطه ای با مجاهدین داره و یا گرایشی نسبت به مجاهدین و مقاومت سازمان یافته ایران از خودش نشون بده، همه اینها رو باید به اون تلاش و تقلاهای رژیم که شما گفتید اضافه کرد. بله، من فکر می‌کنم اینجا کاملا حق با شماست. همونطوری که شما هم اشاره کردید، هر کدوم از این عناوینی که اشاره شد خودش میتونه موضوع بحث یک برنامه باشه. اما اجازه بدین امروز به آخرین توطئه وزارت اطلاعات آخوندها یعنی اعزام مزدوران وزارت اطلاعات به خارجه بپردازیم و برگ‌های از این توطئه رو به اطلاع شما حامیان مقاومت و هموطنان عزیز برسونیم. خب همونطور که گفتیم، رژیم آخوندی طی هفته‌های اخیر به دلیل جنایت‌هاش تحت فشارهای زیادی از طرف مجامع بین‌المللی قرار گرفت. به طور خاص شهادت مجاهد قهرمان ولی الله فیض مهدوی توی زندان گوهردشت کرج انعکاس بسیار گسترده‌ای داشت و سیلی از اعتراضات رو به خودش اختصاص داد. همچنین افشای توطئه‌های رژیم علیه رزماوران شهر اشرف هم انعکاس‌های زیادی داشت و نتایج معکوسی رو برای رژیم حتی به بار آورد. یعنی حمایت‌های بیشتر و مؤثرتری رو هم در عراق و هم در سایر کشورها در حمایت از مجاهدین و به عکسش علیه رژیم به دنبال داشت. بله، همینطور مشخصا در عراق بایستی بگم که شیوخ عراقی تلاش رژیم برای تحریف نتیجه کنفرانس آشتی ملی و تلاش برای وانمود کردن اون به عنوان حرکتی علیه مجاهدین رو رد و تکذیب کردن و بحث رسمیت یافتن پناهندگی مجاهدین هم در عراق و هم در سایر کشورها به طور جدیتری مطرح شد. همچنین در اروپا و آمریکا بحث خارج کردن نام مجاهدین به عنوان نیروی اصلی مقاومت سازمان یافته در برابر رژیم بیش از پیش مطرح شد که همین مسئله آخوندها رو بسیار نگران و مضطرب کرد و به فکر چاره‌جویی انداخت. بله، تو همین رابطه هم بود که رژیم تصمیم گرفت تعدادی از این مزدورای خودفروخته شو تحت عنوان انجمن نجات بیاره به خارجه تا از اونها به عنوان یک انجمن غیر دولتی استفاده کنه تا اونا بتونن متقابلا با لجن پراکنی علیه مجاهدین سعی کنن تا ورق رو علیه مجاهدین برگردونن و برای اقدامات بعدی رژیم علیه مقاومت تو همون خارجه زمینه سازی کنن. بله، در مورد اقدامات بعدی که شما اشاره کردید و در دستور کار رژیم قرار داره، اجازه بدید من این توضیح رو اینجا اضافه کنم که وقتی دادگاه استیناف پاریس به حذف کلیه ممنوعیت‌های اعمال شده بر مجاهدین حکم داد و آخوندها همه سرمایه‌گذاری‌هاشون در مورد این پرونده رو بر باد رفته دیدن،
به فکر افتادن که به نوعی وارد پرونده 17 ژوئن بشن تا بتونن روی اون تأثیر بذارن. بنابراین طرح وارد کردن شاکی خصوصی به پرونده 17 ژوئن رو مطرح کردن. در همین رابطه سایت حکومتی آفتاب روز 14 مرداد امسال به نقل از مزدوری به نام حسن قدیری ابیانه که او رو کارشناس مسائل استراتژیک معرفی کرده، این خط و این طرح رژیم رو اینطور توضیح میده: قربانیان منافقین می توانند با طرح شکایت علیه این گروهک در دادگاه های ایران، فرانسه و سایر کشورها دست دولت های غربی را در اعطای آزادی به آنها تا حدودی ببندند. از آنجایی که دستگاه های امنیتی و قضای ایران همواره به تنهایی به دنبال ضربه زدن به منافقین بودند، لذا شکایت خصوصی از این گروهک وجود ندارد. در حالی که در صورت وجود شاکی خصوصی، حکم دادگاه علیه منافقین و اقدام پلیس بین‌الملل دستاوردهای بهتری نصیب ایران خواهد شد. سازمان‌های غیر دولتی ایران و قربانیان این گروهک باید با مخاطب قرار دادن شخصیت‌های سیاسی اروپایی به این امر اعتراض کرده و غربی‌ها را با ماهیت این گروهک آشنا کنند. خب این کارشناس به اصطلاح مسائل استراتژیک رژیم توی اون گفتگویی که با سایت حکومتی آفتاب داشته اینطور گفته: برخی از پارلمانتاریست‌های اروپایی مشغول جمع‌آوری امضا برای خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی هستند. همینجا خوبه بگم که تاکید همین فرد برای فعالیت سازمان‌های غیر دولتی رژیم هم از همینجاست. بله، به این ترتیب علت تصمیم رژیم برای اعزام این مأموران و عوامل اطلاعاتیش به خاک فرانسه هم روشن میشه. اگرچه این مزدوران خودشون با نعل وارونه زدن میگن که گویا برای نجات جان مجاهدان مستقر در شهر اشرف به اروپا اعزام شدند. بله، تو همین رابطه مزدوری به نام آرش صامتی پور توی مصاحبه‌ای که با رادیو فرانسه داشته، رادیویی که خیلی مواقع بلندگوی رژیم و وزارت اطلاعاتش میشه، اینطور گفته: آرزوی ما این است که اعضای سازمان مجاهدین بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند. باز مجدداً توی یک قسمت دیگه از این مصاحبه اینطور میگه: ما میخواهیم آزادی این افراد را تضمین کنیم، که منظورش از آزادی این افراد همون مجاهدان شهر اشرف هستند. واقعا باید بگیم که این هم یک چشمه دیگه از وقاحت و دجالیت خاص آخوندیه. این مزدور یعنی آرش صامتی پور خودش بازجو و شکنجهگر زندان اوینه و همین الان هستن شاهدانی در شهر اشرف که توسط همین فرد بازجویی شدن و آماده هستند تا برای رو کردن دست وزارت اطلاعات در این باره در هر دادگاهی شهادت بدن. بعد رژیم همین فرد رو میاره که سنگ مجاهدین اشرف رو به سینه بزنه. بله، تو رابطه با همین مزدوری که شما الان ازش اسم بردین، فکر میکنم گزارشی آماده است که اگر اتاق فرمان آماده پخش داره اون رو برای ما بذاره. عامل خودفروخته وزارت اطلاعات آخوندی آرش صامتی پور زندانی درهم شکسته است که در سال 79 به اسارت دشخیمان وزارت اطلاعات درآمد. وی پس از انتقال به زندان به توبه و ندامت در برابر جلادان سیاه‌چال‌های رژیم تن داد و بلا فاصله به همکاری با زندانبانان و شکنجهگران پرداخت. برخی از زندانیان که توسط این مزدور مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفتند هم اکنون در شهر اشرف حضور دارند. یکی از مجاهدان آزادی ستان شهر اشرف در گزارشی می نویسد: در خرداد ماه سال 81 بارها در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی و فشار مزدور آرش صامتی پور قرار گرفته است. علاوه بر این بارها شاهد آن بوده است که این دشخیم خودفروخته مجاهد شهید حجت زمانی را نیز مورد بازجویی و فشار قرار داده است. در خوشخدمتی سخیف و خائنانه به دشخیمان و بازجویان است که وزارت اطلاعات او و تنی چند از دیگر برید مزدوران خود را به عنوان اعضای مؤسس انجمن نجات معرفی نمود تا همراه با شکنجه و بازجویی مجاهدین در زندانها
فشار بر خانواده های مجاهدین را نیز از طریق آنها اعمال کند. مأموریت و برخی از فعالیت های انجام شده توسط این مزدور: شکنجه و بازجویی از زندانیان مجاهد و مبارز به منظور ترویج بریدگی و سست عنصری و وادار کردن زندانی مقاوم به زانو زدن در برابر دشخیمان و جلادان. شرکت در گشت‌های شناسایی همراه با نیروهای ویژه گشت وزارت اطلاعات برای دستگیری هواداران مجاهدین. سازماندهی و راه‌اندازی تظاهرات در برابر سفارتخانه‌های خارجی علیه حضور مجاهدین در عراق. مراجعه به خانواده‌های مجاهدین و مسموم کردن اذهان آنها نسبت به مجاهدین و سپس استفاده از شیوه‌های تهدید و تطمیع برای اعزام آنها به عراق و وادار کردن آنها به فشار آوردن بر فرزندان مجاهدشان در اشرف. صحنه‌گردانی نمایشات انجمن نجات برای خانواده‌هایی که با تهدید و تطمیع به این گونه جلسات آورده می‌شوند. صحنه‌گردانی پروژه‌های اعزام خانواده‌ها توسط وزارت اطلاعات به اشرف و توجیه آنها برای فشار آوردن و کندن فرزندان مجاهدشان از سازمان و از شهر اشرف. و بازجویی و تخلیه اطلاعاتی از بریدگان بازگشتی به دامن رژیم. همچنین مزدور آرش صامتی پور از جمله خائنانی است که مورد استفاده سیمای برونمرزی رژیم قرار گرفته و در مصاحبه‌هایی که از سوی وزارت اطلاعات با برخی رسانه‌های خارجی ترتیب داده می‌شود شرکت می‌کند. در یکی از این مصاحبه‌ها که توسط وزارت اطلاعات با روزنامه دنیا العرب برای آرش صامتی پور ترتیب داده شده بود، وی به نحو مشمئز کننده‌ای به پاک کردن دست‌های خونین جلادان و شکنجهگران پرداخته و می‌گوید که در بازجویی‌ها و تحقیقات از وی از وسایل علمی و مدرن استفاده شده است. سال 1381 وزارت اطلاعات طرح و توطئه جدیدی را به این مزدور محول نمود. طبق این طرح قرار بود که وی با نفوذ به صفوف مجاهدین و ارتش آزادی بخش ضمن جمع‌آوری اطلاعات به مجاهدان شهر اشرف ضربه بزند. این طرح بلافاصله توسط مجاهدین کشف و به ارگان‌های ذی‌ربط محلی و بین المللی اطلاع داده شد. اکنون نیز اعزام این برید مزدور خود فروخته همراه با تعداد دیگری از عوامل وزارت اطلاعات دشمن به خارجه بخشی از طرح و توطئه دیگری از سوی اطلاعات پلید آخوندهاست که پیشاپیش توسط شورای ملی مقاومت ایران افشا شده و برای اخراج و طرد آنان به اطلاع مجامع بین المللی و عموم هموطنان و ایرانیان آزاده در خارج کشور رسیده است. خب اگه یادتون باشه درست سال گذشته بود که رژیم یکی از ماموران وزارت اطلاعات خودش رو برای همین ماموریت مشابه به خارج فرستاد. فردی به نام جواد فیروزمند با نام مستعار افشین برومند بود که هدف از اعزام این مزدور به فرانسه طبق اطلاعات موثق برای ردیابی آقای رجوی و اجرای فرمان آخوند خامنه‌ای برای ترور ایشون بود. بله، و مورد دیگه شخصی بود به نام بهزاد علیشاهی که ماموریت این فرد هم همون موقع توسط شورای ملی مقاومت افشا شد. تا اونجا که به یادم میاد در یکی از مصاحبه هایی که این فرد توسط خبرنگاران سوال پیچ شده بود به صراحت گفت که آره من عضو وزارت اطلاعات هستم، ولی خب شما به مدارک من توجه کنید. بله، فکر میکنم هدف از این یادآوری هم بیشتر اینه که خب توی سریای قبل که رژیم ایادی و مزدوراش رو به خاک اروپا میفرستاد لااقل ظواهر امر رو رعایت میکرد و اینقدر عاجز و مستصل نبود که دشخیمان و عوامل خودش رو اون هم در قالب یک هیئت روانه خارجه بکنه. ظاهرا هر چه صدای ناقوس سرنگونی این رژیم بلندتر میشه و چشمانداز سقوطش نزدیکتر میشه، سردمداران و ایادیش مجبور میشن بیشتر پرده‌ها رو کنار بزنن و ماهیت کثیف این توطئه‌ها برای همه واضح و روشن‌تر میشه. خب یکی دیگه از عناصری که تو این توطئه توسط رژیم آخوندی به خدمت گرفته شده، موضوعی به نام بابک امین بره. که طبق اطلاعاتی که از منابع مختلف من جمله خانواده‌های خود مجاهدین در داخل کشور به دستمون رسیده، این فرد کارنامه ننگینی در سرکوب و آزار خانواده‌های اعضای مقاومت داره
به طور خاص اون اعضایی از خانواده های مقاومت که توی خطه استان مرکزی و مشخصا در شهر عراق زندگی میکنن. بله، قبلا سایت رسمی انجمن نجات این موضوع رو عضو فعال این شعبه وزارت اطلاعات معرفی کرده بود. با این وجود پیشنهاد میکنم اگر موافقید گزارشی رو که تهیه شده در افشای این موضوع با هم ببینیم و بعد به بحثمون ادامه بدیم. هر کس که در ضدیت و لجن پراکنی علیه مجاهدین است، مستقیم و غیر مستقیم دست در دست وزارت اطلاعات رژیم دارد و آنها هستند که به این افراد خط می دهند. این جملات از نامه فردی است که قبل از دستگیری آن را به دست خط خود نوشته بود، اما اکنون طوق بندگی و خوشخدمتی به جلادان حاکم بر میهنمان علیه مجاهدین را به گردن دارد. خائنی به نام بابک امین. بابک امین از عوامل خودفروخته وزارت اطلاعات آخوندی است که در سال 1380 توسط اطلاعات آخوندی دستگیر شده و بعد از انتقال به زندان در هم شکست و به ندامت و خیانت کشیده شد. این مزدور که برای تبلیغات برونمرزی رژیم بارها به صحنه آورده شده، مدعی است که با بیش از 20 سال سابقه حداقل 10 عملیات موفق نظامی بر علیه مراکز رژیم در تهران انجام داده است. در رژیمی که اعدام هواداران مجاهدین حتی بدون احراز هویت دست دست انجام می‌گیرد، رژیمی که همچنان به راحتی آب خوردن آدم می‌کشد و از یک خبرنگار کانادایی که جرمش تنها عکس گرفتن از یک تجمع اعتراضی است نمی‌گذرد و او را زیر شکنجه می‌کشد، بابک امین مزدور نمی‌گوید که چرا و چگونه بعد از دستگیری چنان درجه‌ای از اعتماد رژیم را جلب می‌کند که در مدت کوتاهی به ریاست یکی از شعب انجمن نجات، ارگان پوششی وزارت اطلاعات، برای فشار روی خانواده‌های مجاهدین در استان مرکزی منصوب می‌گردد و سپس از سوی رژیم برای انجام مأموریت به خارج اعزام می‌شود. بر اساس اطلاعات موثق به دست آمده از داخل کشور، مزدور بابک امین بعد از دستگیری برای حفظ حیات ننگین خود ابتدا با ارائه کلیه اطلاعات خود در بازجویی و شکنجه همرزمانش شرکت کرد و در خیانت و خوشرخصی برای دشخیمان به سرعت اعتماد زندانبانان را جلب نمود و به خدمت وزارت پلید اطلاعات درآمد. وی بعد از آزادی به یکی از عوامل فشار و شکنجه روحی خانواده ها و هواداران مجاهدین در صفحات مرکزی کشور به ویژه شهر عراق تبدیل شد. در گزارشی که هواداران و حامیان مقاومت ایران در داخل کشور به تاریخ 25 بهمن 84 ارسال کردند، چنین آمده است: در تهران خیابان تخت جمشید جلسه ای توسط انجمن نجات تشکیل شده بود که در آن مأموران وزارت اطلاعات به لجن پراکنی علیه مجاهدین و تهدید و تطمیع خانواده ها مشغول بودند. در این جلسه بابک امین یکی از گردانندگان اصلی جلسه بود و خانواده ها فهمیدند که وی مسئول انجمن نجات رژیم در عراق است. هواداران مقاومت در داخل کشور در گزارش دیگری از فعالیت های این مزدور چنین نوشتند: خانواده های رزمندگان شهر اشرف تحت سمپاشی مزدور بابک امین قرار گرفته و به شدت زیر فشار رفتند. یکی از خانواده ها میگوید که برید مزدورانی مانند بابک امین و علی اکرامی سراغ خانواده آنها آمده و به سمپاشی علیه مجاهدین پرداختند. این مزدوران تلاش می کنند که با ایجاد سوالات دروغ و ذهنی برای خانواده ها شک و تردید ایجاد کرده و از آنها برای پیشبرد مقاصد شوم وزارت اطلاعات آخوندی علیه مجاهدین سوء استفاده نمایند. برخی مأموریت های بابک امین خیانتکار: شرکت در بازجویی‌ها و شکنجه جوانان و مجاهدان،
مشارکت فعال با انجمن نجات رژیم برای ایذا و آزار خانواده‌های مجاهدین مستقر در اشرف، برگزاری جلسات و نمایشات در شهرهای مختلف برای مخدوش کردن چهره مجاهدین و ترویج توبه و ندامت در کشور، راه اندازی کاروانهایی از خانواده‌های مجاهدین برای اعزام به اشرف به منظور استفاده از آنها برای تحت فشار قرار دادن فرزندانشان در شهر اشرف. بابک امین در توجیه خانواده‌هایی که در قالب کاروان‌های انجمن نجات در سال 82 به اشرف اعزام شده‌اند شرکت داشت. بنا به گزارش همین خانواده‌ها، وی در کنار مزدورانی مانند حسین فرغانی و محسن هاشمی باجگیرانی و هورا شالچی و به همراه یکی از نفرات اطلاعات به نام حسینی خانواده‌ها را توجیه می‌کردند. اکنون بابک امین مزدور در آخرین مأموریتش به دلیل خیانتها و خوشخدمتی‌هایش برای رژیم آخوندی به اروپا اعزام شده تا با لجن پراکنی علیه مقاومت ایران و شرکت در یک توطئه رذیلانه وزارت اطلاعات در جنایت‌های دیگر رژیم آخوندی سهیم گردد. وی هنگامی که از مدار انسانی خارج نشده بود درباره وضعیت امروز خود قضاوت کرده و به خط خود نوشته بود: هر کس که در ضدیت و لجن پراکنی علیه مجاهدین است مستقیم و غیر مستقیم دست در دست وزارت اطلاعات رژیم دارد و آنها هستند که به این افراد خط می دهند. ایادی وزارت اطلاعات که برای این توطئه به خارج کشور اومدن خودشون رو از سازمان‌های غیر دولتی که به اون اصطلاحاً NGO گفته میشه معرفی میکنن و حتی آرش صامتی پور در مصاحبهش با رادیو فرانسه انجمن نجات رو معتبرترین و تنها سازمان غیر دولتی ایران معرفی میکنه. در جای دیگه‌ای هم در همین مصاحبه میگه که برای مأموریتشون ابتدا فرانسه رو انتخاب کردن چون که مجاهدین پایگاه بزرگی در فرانسه دارن. حالا اگه به همون خبری که از سایت حکومتی آفتاب تو همین برنامه نقل قول کردیم برگردیم، همون کارشناس مسائل استراتژی رژیم هم همین حرف رو اومده زده و گفته که پیش از این منافقین فعالیت‌های زیادی در فرانسه داشتند و حتی اقداماتی را انجام می‌دادند که اعصاب حاکم فرانسوی هم مجاز به انجام آن نبودند. یعنی در واقع دم خروس وزارت اطلاعات آخوندها در هدف مشترکی که رژیم در اجرای توطئه‌هاش به وسیله این گونه ارگان‌ها دنبال می‌کنه از زیر قبای ملا بیرون می‌زنه. ملاحظه می‌کنید که چطور حکومت آخوندی و این ارگان به اصطلاح غیر دولتی دارن یک کار و یک توطئه مشخص رو پیش می‌برن. بله. چند روز قبل یعنی 25 شهریور 85 بود که یکی از روزنامه‌های حکومتی به نام روز مقاله‌ای نوشته بود با عنوان نگاه امنیتی به NGOها قانونی می‌شود. مضمون این مقاله این بود که تمام ارگان‌های غیر دولتی من بعد به صورت قانونی زیر فیلتر امنیتی وزارت کشور رژیم قرار می‌گیرند. خب فکر میکنم که باید اینجا یک کمی بیشتر به افشای این جزئیات وزارت اطلاعات بپردازیم. این که اصلا توی ایران آخوندزده ما امکانی برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی اساساً وجود داره یا خیر، یا اینکه ادعاهای رژیم تا چقدر مضحک و یا بی‌اعتباره، و یا اینکه رژیم چرا به این دستاویز پوسیده متوسل میشه و موضوع این بحثش چی هست. این همون موضوعی که ما تا چند هفته دیگه می‌خوایم اون رو با آقای حمید آراسته در میون بذاریم. خب آقای آراسته خیلی خوش اومدین، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. به عنوان اولین سوال می‌خواستم بپرسم که داستان این به اصطلاح سازمان‌های NGO یا غیر دولتی چی است و چرا رژیم یک دفعه به فکر ساختن اینا افتاده، چیزی که تقریباً هیچ سنخیتی باش نداره. بله،
ضمن سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه، برای پاسخ به این سوال شما لازمه که ابتدا یک نگاه کوتاه بکنیم به صحنه، به صحنه داخلی، صحنه بین‌المللی در و چه سیاسی چه بین‌المللی حقوقی. واقعیت اینه که رژیم در کلیه این صحنه دست به گریبان شدیدترین مشکلات و پیچیده‌ترین معضلاتش هستش، یعنی بن‌بستی مرگبار. مسبب و ریشه این بن‌بستش هم مقاومت و مجاهدین خلق ایران میدونه. بنابراین خیلی طبیعیه که از کلیه ظرفیت‌هاش با تمام مزدورانش و عواملش اینا رو به کار بگیره و به جون مقاومت بندازه. خب در همین راستا طبیعیه که به دنبال پوشش‌های مناسب خودش برای این فعالیت‌هاش باشه و روشنه که NGO یا سازمان‌های غیر دولتی نیز یک پوششیه برای فعالیت‌های تروریستی و اطلاعاتی وزارت اطلاعات و آخوندها علیه مقاومت. در واقع آخوندها میخوان با بکارگیری عوامل و مزدوران خودشون تحت این نام اولا وارد پرونده ایو دی جوان بشن، توطئه‌ای که خودتون میدونین شکست خورده است و به اون پرداخته شده، دسیسه ای بوده که درستی افشا شده و لو رفته است، و از طرف دیگه علیه دژ سرفراز مقاومت یعنی اشرف این مزدوران رو به کار بگیره. اگر به حتی اظهارات خود مقامات رژیم هم توجه کنیم، من جمله همین مزدوری که تحت عنوان کارشناس مسائل استراتژیک قدیری ابیان شما ازش نام بردید و خود این مزدور در بخش دیگه از همین مصاحبه با سایت حکومتی آفتاب اینطوری میگه، میگه در حال حاضر برخی از پارلمانتاریست های اروپایی مشغول جمع‌آوری امضا برای خروج نام مجاهدین که البته اون در فرهنگ خودش به کار میره منافقین از لیست تروریست‌ها هستن. همین مزدور این سازمانه غیر دولتی رو اینجا خیلی خوب در واقع بیان میکنه، میگه در همین مصاحبه سازمانهای غیر دولتی ایران و قربانیان این گروه یعنی مجاهدین باید با مخاطب قرار دادن شخصیت‌های سیاسی اروپایی به این امر اعتراض کرده. کدام امر؟ خروج نام سازمان از لیست که مقدمه برای حرکت و فعالیت و در واقع بخشی از فعالیت‌های گسترده بین‌المللی مقاومت الان هستش، و غربی ها را با ماهیت این گروهک آشنا کنن. خب فکر میکنم خیلی روشنه، یعنی اساسا سازمانهای غیر دولتی در خدمت اهداف و آرزوهای رژیم آخوندی با طرح و برنامه و عوامل وزارت اطلاعات. همینطور لازمه تاکید کنم چند روز بعد از اعزام همین اکیب وزارت اطلاعات که مجموعی از ماموران و شکنجهگران وزارت اطلاعات بود به فرانسه، یکی از همین چیزای رسانه‌های رژیم یعنی خبرگزاری حکومتی فارس به تاریخ 3 شهریور به نقل از یک مزدوری تحت عنوان نماینده دبیرخونه شورای عالی ایرانیان خارج کشور که در واقع شعبه ای از پوششی برای وزارت اطلاعات، میگه اعزام این قبیل اکیپ های اطلاعاتی و مزدوران رو خیلی خوب بیان میکنه و میگه اینها این تاسیس این NGO های ایرانی در کشورهای خارجی توسط اتباع ایرانی مقیم اون کشورها به کنسولگری های ما یعنی آخوندها در خارجه کمک میکند. آقای راسه چطور شد که رژیم به فکر این ترفند افتاد؟ یعنی کلن یه مقدار سوال خودم هست که چطور شد که به فکر استفاده از این موضوع افتاد؟ بله، البته رژیم یک مرتبه به این فکر نیفتاد. در واقع اگه بخوایم درستش رو بگیم و نگاهی به گذشته بکنیم، رژیم به دلیل وضعیتی که داشته مقدم بر همه هم به دلیل اینکه وزارت اطلاعات به شدت در میان مردم منفور آخوندها شناخته شدن، عوامل و مزدورانشون در داخل و خارج کشور لو رفته و افشا شدن به دلیل هوشیاری مقاومت، رژیم از سالیان قبل از خیلی وقت پیش به فکر این بود که ماموران و مزدوران خودش رو تحت عنوان انجمنهای غیر دولتی یا همون NGO که میگیم به کار بگیره و علیه مقاومت بتونه با پوشهای غیر رسمی و غیر دولتی اینا رو به اصطلاح علیه مقاومت به کار بگیره. بنابراین سابقه هم نه مال امروزه بلکه از به گذشته برمیگرده. این خطش هم اتفاقا خود ولی فقیه ارتجا به سفرا و مقاماتش داده. به هم خبری از تلویزیون جام جم رژیم به تاریخ 1 مهر همین چند روز پیش توجه کنید، میگه که دفاع از حقوق ایرانیان، موضوعی که داره صحبت میکنه، دفاع از حقوق ایرانیان خارج از کشور به دور از هر گونه تبعیض از اهداف اصلی این انجمن است، یعنی انجمن غیر دولتی. در حمایت انسانی از ایرانیان هیچ تبعیضی نباید قائل شد. فرقی بین ایرانی موافق نظام یا مخالف نظام نیست. باید ایرانی
وقتی حقش نقض شد مسئولین جمهوری اسلامی قاطع وارد شوند، مورد میدان شوند و ازش حمایت بکنن. این چیزی که گفتم این گفته ایست که چند سال پیش مقام معظم رهبری هم در دیداری با سفرا اعلام کردن و گفتن هیچ تبعیضی قائل نشوید، چه ایرانی غیرقانونی رفته باشد، چه مخالف باشد، چه موافق باشد. وقتی حقش توسط کشور پذیرنده نقض شد قاطع وارد شوید، اقدام کنید. ایرانیان خارج از کشور میتوننم با یه سری شماره تلفن و آدرس و سایت و اینا را که میده تماس بگیرن. حالا توجه داشته باشین که این چند روز، یعنی همین اکیپ وزارت اطلاعات رژیم که به فرانسه رفته، چند روز قبل‌تر از این خبر در مصاحبه‌ای اصلا اعلام و تشکیل و تأسیس چنین انجمن‌های غیر دولتی پوششی رو در مصاحبهش گفته بود، در واقع به نحوی لو داده بود. یعنی مزدور شناخته شده به اسم آرش صامتی که 6 سال مشغول شکنجه و بازجویی از زندانیان مجاهد و مقاوم در زندان‌های رژیم بوده و مشغولم بوده، این فرد تو مصاحبهش میگه که سازمان، یعنی سازمان مجاهدین، سابقه بسیار خشن در زمینه حقوق بشر داشته است و در شرایط فعلی هم می‌خواهیم، یعنی هم انجمن غیر دولتی، آزادی این افراد که تو اشرف هستن را تضمین کنیم. انجمن نجات معتبرترین و تنها سازمان غیر دولتی است که در ایران و خارج از ایران از همکنون، یعنی از موقعی که داره مصاحبه میکنه یا اون مقطع، به امر کمک به این آزادی افراد اختصاص دارد. پس میبینید بحث انجمن غیر دولتی پوششی برای فقط صرفا کارکردهای رژیم و پیشبرد خط و طرح وزارت اطلاعات هستش. جالب اینه که درست در زمانی که قهرمانان مجاهدی همچون حجت زمانی دست و پا بسته در سیاه‌چال‌های رژیم اعدام میشن و یا افرادی مثل اکبر محمدی و یا ولی الله فیض مهدوی بر اثر مقاومت و ایستادگی در سیاه‌چال‌های رژیم زیر فشار و شکنجه شهید میشن، درست در چنین شرایطی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی از زبان عوامل خودش اعلام میکنه، اعلام تشکیل، در همین خبر یک مهر تلویزیون جامعه جمع رژیم، اعلام تشکیل انجمن حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور میکنه. توجه دارین؟ بعد خارج از زندانیان ایرانی خارج از کشور، نه داخل کشور که زیر حکومت رژیم و تحت حاکمیت رژیم و در سیاه‌چال‌ها در لیست اعدام قرار دارن. به نظر شما یا این ترفند جدیدی که رژیم در استفاده میکنه امکان موفقیت پیدا میکنه؟ ابتدا باید بگم که در این رابطه برای افشای طرح و مزدوران وزارت اطلاعات و آخوندها هوشیاری هموطنانمون و هموطنان شریف و آزادمون رو که ما فل سابق میطلبه که در صحنه باشن و اینا رو افشا کنن. ولی جدا از این، اون چیزی که به پاسخ سوال شما برگرده، به نظر من قطعاً خیر. در وهله اول به دلیل اینکه مردم ما و هموطنان شریفمون در خارج کشور با ماهیت و عملکرد این گونه انجمن‌های به اصطلاح غیر دولتی که تحت عنوان NGO هستن و عوامل و مزدورانمون به خوبی آشنا هستن و اونها رو چه در شکنجهگاه‌ها و چه در فشار و سرکوب خانواده‌ها و یا در خارج کشور زمینه چینی تو عملیات تروریستی و اطلاعاتی دیدن و تجربه کردن. ولی در وهله دوم درست به دلیل تجربه بسیار ذی قیمتی که در جنگ سیاسی و حقوقی بین ما و وزارت اطلاعات و آخوندها وجود داره، یعنی مقاومتی بسیار فوق‌العاده هوشیار به لحاظ سیاسی با عکس العمل بسیار سریع که به محض اینکه آخوندها وارد صحنه میشن طرحی رو میخوان رو کنن، عوامل خودشون رو تحت هر نامی به فرانسه یا کشور دیگه میفرسن، صفحه واقعیت رو به روی مردم باز میکنه و ماهیت اون رو افشا میکنه. البته این چیزیه که خود مقامات رژیم هم بارها تجربه کردن و بسیاری طرحها رو به بایگانی سپردن و مجددا از سر استیصال مجبور شدن در بیارن. بنابراین به نظر من بحث خیلی روشنه، بس نه انجمن غیر دولتی و نه بحث ایرانی و هموطنان ایرانی ماست، بس درگیری و رویارویی مقاومت با رژیم آخوندها و وزارت اطلاعات و انجمنهای غیر دولتی فقط نامی پوششی برای کارکرد و عملیات تروریستی، زمین سازی عملیات تروریستی و اطلاعاتی علیه مقاومت ما چه در فرانسه چه در اشرف هستش. بله، با تشکر فراوان از شما و حضورتون تو این برنامه، در اینجا از شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
بله، این هم از ماهیت و محتوای اونچه که تحت عنوان NGO ها مورد سوء استفاده رژیم قرار میگیره. اگر موافق باشید در دقایق پایانی برنامه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین اقدامات این به اصطلاح هیئتی که رژیم به فرانسه اعزام کرده. بله، یک هفته بعد از رسیدن این هیئت به فرانسه بود که لابد تو این یک هفته وزارت اطلاعات مشغول تدارک و بسیج برای توطئه خودش بوده. همه سایت‌ها و رسانه‌های خبری رژیم خبر برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رو توی پاریس دادن که زمانش روز جمعه 31 شهریور بود. اونا می‌خواستن این خبر رو بدن تا بتونن خودشون رو معرفی و مطرح کنن که ظاهراً با شکست مفضحانه هم اومدن روبرو شدن. بله، چون اولاً هیچ رسانه و مطبوعاتی در این بازی شرکت نکرد به جز سایت‌های معلوم الحال داخلی و خارج کشوری رژیم مثل اینتلینک و نجات. اصلا هیچ کسی دیگه اون رو جدی نگرفت. تصاویر منتشر شده هم نشون میده که تعداد شرکت کنندگان این نمایش خیلی ناچیز بوده و رژیم حتی نتونسته ایادی و مزدوران خارج کشوریش رو اون هم بعد از یک هفته برای این کنفرانس مطبوعاتی بسیج کنه. بله، یک نکته جالب توجه دیگه هم این که مزدورانی مثل کریم حقی و یا این مسعود خدابنده علارغم این دخ و پوزشون که گویا با رژیم آخوندی مخالفن و مجاهدین که به اینا میگن مزدور وزارت اطلاعات بهشون تهمت میزنن، اینجا دیگه کاملا نقابا و به اصطلاح پوش رو کنار زدن و همراه با همکاران داخلی کشوریشون در صف اول این جلسه و دست در دست ماموران اعزامی وزارت اطلاعات شرکت کردن. این در تایید همون حرف قبلی شماست که گفته بودین رژیم در اوج 30 سال همه پرده‌ها رو اتفاقا کنار میزنه و ماهیتش به خوبی رو میشه. که البته باید بگیم این ترفندها راه به جایی نمیبره و مثل تشبثات قبلی فقط رسوا و شکست خورده از آب در خواهد آمد. خب بینندگان عزیز، صحبت به درازا کشید ولی هنوز حرف‌های زیادی در افشای توطئه‌های رژیم باقی مونده. امیدواریم در برنامه‌های آینده بتونیم به سایر موارد هم بپردازیم. بله، اما اجازه بدین قبل از خداحافظی ایمیل برنامه‌مون رو مجدداً به اطلاع شما بینندگان عزیز برسونیم تا ما رو با ارسال گزارشات و نامه‌های افشاگرانه خودتون به خصوص در مورد تحرکات مزدوران رژیم در داخل و خارج کشور یاری کنید. ایمیل ما هست parvande@irantv.com. سرفراز و موفق باشید. خدا نگهدار.